سلام، توی این ویدیو میخوام بهتون یکی از راه‌های تنظیم رنگ و نور توی فتوشاپ رو توضیح بدم. پس حتما تا انتهای این ویدیو با من همراه باش. خب میخوایم با استفاده از دو تا ادجاستمنت کالر بالانس و سلکتیو کالر رنگ و نور عکسمون رو تنظیم بکنیم. فقط قبل از اینکه شروع بکنیم کارمون رو، خواهش میکنم حتما روی دکمه سابسکرایب کلیک بکنید. ابتدا فایل رو عکسمون رو وارد فتوشاپ میکنیم. از پنجره کامرا که باز میشه من هایلایت ها رو تا انتها همیشه کم میکنم، وایت رو هم همیشه کم میکنم، توی کامرا رو بلک رو اضافه میکنم و مقداری هم شادو رو زیاد میکنم. چرا این کار رو میکنم؟ توی کامرا رو شما در واقع قرار نیست ادیت بکنید، فقط توی پروسس اولیه بهتره که شما عکستون رو تا جایی که میتونید و امکانش هست خامتر بکنید. این خیلی مهمه، عکستون رو خامتر بکنید. در مورد وایت بالانس هم اصلا نیاز نیست توی کامرا رو شما وایت بالانس رو تنظیم بکنید. اوپن میج میکنم و عکس رو باز میکنم. خب از قسمت پایین، از این قسمت ادجاستمنت کالر بالانس رو انتخاب میکنم. یک بار دیگه ببینیم با هم به چه ترتیب. پایین تر از هیو ساتوریشن و کالر بالانس رو انتخاب میکنم. کالر بالانس به من سه تا تون میده: هایلایت، مید تونز و شادو. مشاهده میکنید شادو، هایلایت، مید تونز. پیشنهاد من اینه که از هایلایت شروع بکنید. سه تا کانال رنگی جلوی شما میذاره: سایان و رد، مجنتا و گرین و یلو و بلو. باز هم پیشنهاد من اینه که از پایین شروع بکنید. توی کانال یلو و بلو من عکسم رو به سمت بلو دوست دارم بره. توی این قسمت میبینید یک مقداری عکسم بنفش شد. حالا از کانال مجنتا و گرین عکسم رو به سمت گرین میبرم تا اون بنفشی عکس از بین بره. توی کانال سایان و رد هم چون عکسم خیلی سبز شد، یه مقداری میرم به سمت سایان تا سبزیه کمتر بشه. به این ترتیب. بعد از تون هایلایت میرم سراغ تون مید تونز و باز از پایین شروع میکنم، از کانال پایین. توی کانال یلو و بلو عکسم رو میبرم به سمت زرد شدن. منفی 18 کافیه به نظرم. توی گرین و مجنتا هم دستکاری نمی کنم، نیازی نیست. توی کانال سایان و رد هم عکسم رو میبرم به سمت رد که یه مقداری قرمز بشه. توی تون شادو عکسم خیلی زرد شده، یلو و بلو رو میبرم به سمت بلو و باز هم مجنتا و گرین رو دست نمیزنم، فقط توی سایان و رد منفی 5 میرم به سمت سایان. مشاهده میکنین چه اتفاقی افتاد؟ خیلی ساده با یه ادجاستمنت کالر بالانس. و اصلا هم نیاز نیست در واقع من وایت بالانس هم رو برم توی کامرا رو تنظیم بکنم. خب بعد از اینکه کالر بالانس رو انجام دادم، باز از همون پایین سلکتیو کالر رو انتخاب میکنم. سلکتیو کالر یه ابزار، یه ادجاستمنت خیلی خیلی خوبیه. من توی رنگ ها فقط از سایان استفاده میکنم، اینجا وایت و بلک سایانی استفاده میکنم چون توی آسمونم هست، وایت توی کلیت عکسم هست، بلک هم همینطور. از بقیه کالرها استفاده نمیکنم برای این عکس چون لازم نیست. خب اول توی رنگ سایان من خود سایان رو تا مثبت 14 زیاد میکنم، مجنتا رو تا مثبت 39 میام و به یلو بلک رو دست نمیزنم. چرا؟ چون لازم نیست.
بعد میام سراغ کالر وایت، سایان رو مثبت 100 زیاد میکنم، ببینیم چه اتفاقی میفته. مجنتا رو منفی 100 میکنم، یلو رو منفی 100 میکنم و بلک رو مثبت 18 کافیه به نظرم. بعد میرم سراغ بلک و اینجا دیگه از پایین شروع بکنین بهتره. خود بلک رو مثبت 13 میکنم، بیشتر دیگه لازم نیست. یلو رو منفی 15، مجنتا رو میام به سمت مثبت و سایان رو چند تا خیلی کوچیک اضافه میکنم. ببینیم چه اتفاقی افتاد کلیت عکسمون. حالا خود سلکتیو کالر رو ببینیم، یه مقداری جون داد به خود سوژه سلکتیو کالر و نهایتا خروجی کارمون و ادیتمون به این ترتیب هستش که مشاهده میکنیم با استفاده از دو تا ادجاستمنت سلکتیو کالر و کالر بالانس. خیلی خیلی ساده. ممنونم که تا انتهای این ویدیو با من همراه بودین. امیدوارم که لذت برده باشین و کاربردی بوده باشه براتون این ویدیو و حتما روی دکمه سابسکرایب کلیک بکنین برای حمایت کردن از من. مرسی. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.